listen to me. Finders fee like this, it'll be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Eventually, you gotta move on and live your life. Find your destiny. Star Wars Jedi Fallen Order جدیدترین ساخته ریسپان محصولیه که میتونه لحظات سرگرم کننده و هیجان انگیزی رو برای شما به وجود بیاره. با بررسی بازی همراه باشید. ریسپان برای ساخت ستار وارز جدای فالن اوردر دست به ریسک بزرگی زد، چون که ساختهای قبلی این استودیو همگی بازی‌های شوتر بودن و از طریق فالن اوردر می‌خواستن یه بازی جاه طلبانه و بزرگ رو بسازن که با ساختهای قبلیشون حسابی فرق می‌کرد. خب خبر خوب اینه که ستار وارز جدای فالن اوردر یه بازی خیلی خوب و خوش ساختیه که میتونه بین 20 تا 25 ساعت حسابی سرگرمتون کنه و لحظات هیجان انگیزی رو رقم بزنه. داستان بازی روایتگری پادوانه که تو سرزمین امپراتوری مشغول تعمیر کشتی های مختلف و کسی هم نمیدونه در اصل اون یه جدای و دشمن امپراتوری. روزی از روزا که مشغول تعمیراته، مجبور میشه از فورس برای نجات یکی از دوستای خودش استفاده کنه و یه دروید امپراتوری هم متوجه این موضوع میشه. حالا زندگی کال کستیس وارد فصل جدیدی میشه، جایی که نیروهای امپراتوری و گروه امپریال اینکویزیتور بعد از متوجه شدن این قضیه میخوان کال رو از بین ببرن، اما اون توسط تیم جدیدی نجات پیدا میکنه. از این رو کال و دوستای جدیدش وظیفه دارن تا جدای اوردر نابود شده رو دوباره بازسازی کنن تا بتونن قوی تر از گذشته با امپراتوری مبارزه کنن. We're here to help. Who are you? No time. Keep moving. We'll pick you up when we can. داستان توی ستار وارز جدای فالن اوردر به دو فاز تقسیم میشه. فاز اول به آرومی پیش میره و شما را با جهان و شخصیت‌های بازی آشنا میکنه، این در حالیه که فاز دوم سرعت و هیجان بیشتری داره. در مجموع روایت داستان در کنار شخصیت پردازی باعث شده تا مخاطب به خوبی تمامی شخصیت‌های بازی رو درک کنه و بتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه. اینم باید بگیم که شخصیت پردازی بی دیوان که اسم ربات کال کستیسه به بهترین شکل ممکن انجام شده. با این ربات میتونین ارتباط خیلی خوبی برقرار کنین و خیلی اغراق نیست اگه بگیم بی دیوان یکی از بهترین همراه‌های بازی‌های ویدیوییه. استودیوی ریسپان برای ارائه گیمپلی هیجان انگیز از بازی‌های مختلفی الهام گرفته و اونا رو کنار هم قرار داده. نتیجه این چیدمان چیزیه که میتونه خیلی سرگرمتون کنه. مبارزات، نحوه ذخیره سازی بازی، درخت مهارت‌ها و پیشرفت شخصیت اصلی شباهت خیلی زیادی به سکیرو شادوز دای توایس داره. بازیکن تنها یه لایت سیبر داره که با بالا رفتن سطحتون قدرتش افزایش پیدا نمی‌کنه. اگه می‌خواید قوی‌تر بشین و ساده‌تر از قبل دشمنا رو از بین ببرین، باید مهارت‌های مختلفی رو از درخت مهارت‌های بازی خریداری کنین. این مهارت‌ها باعث میشن تا استایل مبارزه خودتون رو شکل بدین. اگه به استفاده از نیروی فورس و مهارت‌های جدایگونه کال کستیس وابسته این، شاخه فورس میتونه اولویت اصلی شما باشه. این در حالیه که اگه اهل دفع کردن ضربات و کمبوهای مختلفین، شاخه لایت سیبر میتونه اولین اولویت اصلیتون باشه. نوع آزاد شدن همه مهارت هم به پیشرفت شما توی بازی مربوط میشه. با پیشرفت توی خط داستانی و کسب قابلیت‌های جدای، مهارت‌های مختلفی برای خریداری آزاد میشن که با امتیازهای جمع‌آوری شده خودتون میتونین اونا رو خریداری کنین و بعضی‌هاشون هم به صورت خودکار آزاد میشن. البته اینم باید بگیم که ریسپان توی بخش مجازات کاربر بعد از مردن هم از سکیرو الهام گرفته. اگه بمیرین تمامی پیشرفت نوار XP شما از بین میره و باید به محلی که مردین برگردین و امتیاز خودتون رو پس بگیرین. الهام گرفتن توی بازی‌های ویدیویی اصلاً چیز بدی نیست، اما موقعی خوب خودش رو نشون میده که به درستی ازش استفاده بشه و ریسپان هم توی این مورد موفق عمل کرده. از نظر درجه سختی و چالش‌های مبارزات، ستار وارز جدای فالن اوردر اصلاً قصد نداره که بازیکن رو توی شرایط سخت و چالش برانگیز قرار بده و صرفاً می‌خواد همه کاربرها قادر به تجربه بازی باشن.
از این رو نبردها خیلی ساده تر از ساخته های فرام سافتوره. البته اینم بگم که کاربرای این دسته از بازی ها اصلا نگران نباشن، چون که ریسپان درجه سختی های مختلف رو توی بازی قرار داده که توی درجه سختی های بالاتر حسابی به چالش کشیده میشین. لایت سیبر هم توی بازی فقط برای مبارزات استفاده نمیشه، بلکه میتونین از اون برای روشنایی محیط های تاریک هم استفاده کنین. تیم سازنده گیم پلی بازی رو به شکلی طراحی کرده که به گشت و گذار توی محیط وابسته باشه. اگه میخواین آیتم بازیابی نوار سلامتتون رو افزایش بدین، اگه میخواین به بخش‌های مختلفی از محیط دسترسی داشته باشین، ظاهر کل، بی دیوان و لایت سیبر رو تغییر بدین، باید نقطه به نقطه محیط رو بگردین و آیتم‌های مختلفی رو پیدا کنین. این کار باعث میشه تا صندوق‌ها، محیط‌ها و میزه کارهای مخفی رو پیدا کنین که روند پیشروی توی بازی رو ساده‌تر می‌کنه. مورد دیگه ای که باعث متمایز شدن گیم پلی بازی با بازی های سولزبورنی میشه، اضافه شدن تعقیب و گریز هایی که توی بازی های مثل آنچارتد و توم ریدر دیدیم و هیجان زیادی رو به بازی اضافه میکنه. همچنین معماهایی هم توی بخش های مختلف بازی برای مخاطب در نظر گرفته شده که باید به کمک مهارت های جدای خودتون حلشون. اما اصلی ترین مشکل ستار وارز جدای فالن اوردر تکراری شدن دشمنا و مینی باس های بازیه که طراحی یکسانی دارن و بعد از گذشت مدتی مینی باس ها به دشمن های عادی داخل محیط تبدیل میشه. همچنین توی بخش فنی باگ هایی وجود داره که میتونه توی ذوق گیمر بزنه. با این حال ریسپان با این بازی نشون داده که موتور آنریل انجین 4 عملکرد بهتری نسبت به فراست بایت داره و شاهد جلوه های بصری چشم نوازی است. همچنین تیم سازنده به کمک این موتور بازی سازی تونسته سیاره های متفاوتی رو طراحی کنه که هر کدوم زیست بوم و طراحی منحصر به فرد خودشون رو داره. جنگ ستارگان همیشه موسیقی خاص و منحصر به فردی داشته و استار وارز جدای فالن اوردر هم از این قاعده مستثنا نیست. موسیقی ها و افکت های بازی به گونه ای طراحی شدن که به خوبی حس و حال دنیای جنگ ستارگان رو به مخاطب القا میکنه. استار وارز جدای فالن اوردر با اینکه یه بازی بی‌نقص نیست، اما تجربه بسیار خوبی رو در اختیارتون قرار میده و میتونه بهترین گزینه این روزهای گیمرهای علاقمند به بازی های ماجراجویی با المان های جهان باز، به خصوص عاشقای دنیای غنی استار وارز باشه. Do you have any idea who that was?